به نام خدا، سلام خدمت همه عزیزان. یه انتخابی جذاب داریم تو وزن 86 کیلوگرم، بریم سالن شهید هادی تهران. انتخابی بین حسن یزدانی و کامران قاسم پور وزن 86 کیلوگرم برای مشخص شدن مسافر المپیک توکیو. خب هر دو کشتی که اومدن به روی دوشک، عجب هیجانی داره این مسابقه. منتظرن تا با سوت داور کشتی آغاز بشه. تو کشتیگی رقص پا میکنه کامران قاسم پور، میخواد نشون بده که تحت تاثیر نام قهرمان المپیک قرار نگرفته، همچنان منتظر سوت داور هستن. تو کشتیگی عجب مسابقه ایه، من که سراسر هیجانم، مطمئنم شما هم همین حس رو دارین. بله، با سوت داور کشتی آغاز میشه، سرشاخ میشن هر دو کشتی. کامران قاسم پور جنب و جوش داره، حسن یزدانی هم با اعتماد به نفس داره کشتی میگیره، میخواد نشون بده که مدعی این وضع خودشه. قاسم پور یک لحظه دستای یزدانی رو گرو میگیره که یزدانی دستشو خارج میکنه. عجب کشتی پر هیجانیه. چه کوششی میکنه کامران قاسم پور، میخواد که امتیاز بگیره از این قهرمان مدعی المپیک کشتی جویبایی. هر دو همشهری هستن و همستانی استان مازندران. کامران قاسم پور داره سعی خودشو میکنه، حسن یزدانی هم با اعتماد به نفس کشتی میگیره. قاسم پور هم به نظر میاد که چه استرسی نداره و تا تاثیر نام حریف قرار نگرفته. به حال هر دو هموطن هستن و ما دوست داریم که هر دو موفق باشن. میخواد اجرای فن بکنه قاسم پور با دوبنده قرمز. یزدانی اجازه کار بهش نمیده، یزدانی با تجربه است. قاسم پور هم قهرمان دو ساله امیدهای جهانه. ما سمیه وزن گرفتیم. یه لحظه قاسم پور میرفت برای اجرای فن که خب یزدانی اجازه کار بهش نمیده. برنده این کشتی مسافر المپیک توکیو خواهد شد. همچنان دست هم دیگه کار میکنه، هنوز فنی رد و بدل نشده. 4 دقیقه و 28 ثانیه از زمان کشتی باقی مانده و همچنان فنی رد و بدل نشده. یک لحظه داور کشتی رو متوقف میکنه و میگه که انگشتان رو نباید بگیرین. دوباره کشتی آغاز میشه. گویا دوباره بله، الان کشتی دوباره با سوت داور آغاز شد. در سرشاخ قاسم پور هم پا رو عقب داده، میدونی یزدانی زیرگیره. همچنان صف وسط یه لحظه میرفت بشینه برای زیرگیری قاسم پور، یزدانی اجازه کار بهش نمیده. عجب هیجانی داره این کشتی، من که خیلی هیجان زدم. یه لحظه دیگه قوس کرد قاسم پور، تا الان که تحت تاثیر نام قهرمان المپیک قرار نگرفته. سرشاخ دستای هم دیگه گروه میگیرن. گویا یک برخوردی هم اینجا رخ داد. حسن یزدانی چشمش و کامران قاسم پور سرش رو میگیره. امیدواریم که چیزی نباشه، هر دو قهرمان عزیز هستن برای ما. این برخوردها جزئی هستش در ورزش و کشتیگران نباید، البته کشتیگران ما این کار رو نمی کنن، ولی در کل در دنیا کشتیگران نباید تمارز بکنه. یه لحظه میره برای زیرگیری، حسن یزدانی قاسم پور اجازه کار بهش نمیده. یه لحظه خاک میکنه یزدانی، آفرین. یه زیر کتف میزنه خاک میکنه. یک لحظه انجام شد، نتونست. الان به خدمتون میگم، زیر کتف زد خاک کرد، میخواد بره برای فیتیل بارانداز یا بارانداز که ببینیم چی کار میکنه. که داور کشی رو مثل اینکه سرپا میده. بله، داور کشی رو سرپا میده. نتیجه کشی 3-0 خواهی میکنم. من خیلی هیجان زدم. 0-0 به نفع یزدانی دنبال میشه. قاسم پور نشست برای زیرگیری، ناموفقه. همچنان در سرشاخ بسیار دو کشتی جنب و جوش دارن، هیچ کدوم پا پس نمیکشه. اومدن دو بنده المپیک رو بشن مسافر توکیو بشن. بله، وقت 30 ثانیه سرعت هم فرا میرسه. میان از مربیان خودشون تا نکات رو بهشون گوشزد بکنن. المپیک از که خدمتون مسابقه نیست که بشه به این راحتی ازش گذشت. البته طبق چیزی که غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی گفت، اگر یزدانی ببره
فقط کشتی تکرار نخواهد شد و اگر قاسم پور بخواد بره باید دوباره یزدانی رو شکست بده که گویا شورای فنی اومدن مداخله کردن در این قضیه و گفتن که باید تصمیم گیری بشه و طبق تشخیص شورای فنی و همچنان معلوم نیستش. اما طبق منطق کشتی خب باید برابر باشه شرط مسابقه. ولی باز هم هچ سلاح کادر فنیه. بله دوشیگ میاد به توشک وقت اصلاح به پایان میرسه سدقه دوم آغاز میشه. همچنان بلافاصله بعد از سوت داور دو کشتیگیر طوفانی شروع میکنن. هیچ کدوم پا پس نمیکشن. انصافا قاسم پور هم جنگیده. یزدانی هم تا الان نتونسته اون کشتی بی‌نظیرش رو مقابل اصلی تقریقه به داخلیش به نمایش بگذاره. چرا که قاسم پور هم نمیخواد. اگر هم ببازه نمیخواد با اختلاف امتیاز ببازه. میخواد نشون بده که مدعیه. زیر کتف میزنی یزدانی در سرشاخ قاسم پور یک لحظه نشست ولی به پای یزدانی نرسید. حالا نشست زیرگیری کنه که یزدانی با چرخش کارشو خونسا میکنه زیر رو در اختیار گرفته. ببینیم میتونه خاک کنه یزدانی ستاره مسابقاتو. بله خاک میکنه حسن یزدانی دو امتیاز میگیره قاسم پور. وای عجب کشتیه. من که خیلی هیجان زدم و استرس دارم. بله 2-3 نتیجه کشتی همچنان به نفع حسن یزدانی قهرمان المپیک در وزن 74 کیلوگرم و قهرمان جهان در 86 کیلوگرم. بلند میشن دو کشتیگر از جای خودشون. از کمی با خدمتون هر دو کشتیگر جویباری هستن. حسن یزدانی دستان کشیده‌ای داره و البته یک کشتیگر تکنیکی هستش. اما خب با اینکه ستاره است ولی ما باید اینو بگیم که نسبتاً کمتر بدل کاره نسبت به مدعیان جهانیش. حالا زیر کت میزنی یزدانی میخواد امتیاز بگیره. اصلاً دلش نمیخواد با اختلاف یک امتیاز شکست بده حریف خودشو. 1:34 از زمان کشتی باقی مونده. همچنان 3-2 نتیجه کشتی. وای ببینیم حسن یزدانی میتونه برای بار دوم بره المپیکو یا خیر. بله داره در تلاشه که خاک کنه قاسم پور. خاک میکنه. آفرین خاک میکنه قاسم پور. دست میبره در مایه فتیل پیچ که اجرا نمیکنه. حالا میخواد بارانداز اجرا بکنه. ببینیم اجرا میکنه یا نه. همچنان مایه بارانداز در اختیار داره. ببینیم آیا قصد اجراشو داره یا نه. فعلا که نتیجه کشتی 5-2 هستش به نفع حسن یزدانی. نه بارانداز اجرا نمیکنه و دو کشتی که از جای خودشون بلند میشن با سوت داور. از جای خودشون بلند میشن و دوباره به سرشاخ میپردازن. اول مسابقه خدمتتون عرض کردم مربی کامل قاسم پور عموش هستش که دیروز به تهران اومدن و مربی حسن یزدانی امید اسماعیل پور. همچنان در تلاش 51 ثانیه از زمان کشتی گذشته. 49 ثانیه. 5-2 عجب کشتی هیجانیه. حسن یزدانی یک بار دیگه دست میبره گیره در اختیار میگیره. قاسم پور هم مچ پای یزدانی رو در اختیار گرفته. یزدانی هم همچنان زیرگیر خیمه سنگین از قاسم پور. خیمه سنگینش اجازه نمیده که حسن یزدانی از جاش بلند شه. بله داور به خاطر مکس کشتیگیران کشتی رو سرپا میده. دو کشتی که برای دوشک میان مجددا بلند میشن سرشاخ. هر دو گارد عقب دادن. میدونن که هر دو زیرگیرن. دستان رو در اختیار گرفته یزدانی. یک لحظه تعادلش از دست میده. وای باید دید که نتیجه این کشتی چی میشه. 8 ثانیه 6 ثانیه باقی مانده. همچنان هر دو کشتی که در ثانیه های پایانی هم پا پس نمیکشن نشون میدن که هر دو مدعیان. و با سوت داور کشتی تمام میشه. برنده حسن یزدانی قهرمان المپیک یک بار دیگه مسافر المپیک توکیو میشه. خسته نباشید بهت میگم. به کامران هم خسته نباشید میگم که از جان ماهی گذاشت. آفرین به کامران که تونست قهرمان المپیک رو به چالش بکشه و نشون بده که مدعی این وزنه. آفرین خسته نباشید به هر دو قهرمان. داور دست حسن یزدانی رو به عنوان فرد پیروز بالا میبره. به رسم پهلوانی با هم دیگه دست میدن و یزدانی هم میره در آغوش مربی خودش
عجب کشتی بود. خسته نباشید میگم به هر دو کشتیگیر.